این آر آرمین تو گفتی با ترور مخالفی آخه کشتن تروریست که ترور نیست که یه نفر وقتی که جز سپاه پاسدارانه یه،, یه گروهی که یه گروه تروریستی که تروریست، که کل گروه های مختلف تروریست جو، دنیا رو پول میده و ساپورت میکنه اینا هست و یه هم کسایی توی این گروه این کار ضد تروریستی این کار زد... این کار تروریستی نیست ببینم دیگه نظرهای شما چیه من خیلی حرف دارم در برای این موضوع من میخوام یه ذره از نظرهای شما رو بشنوم ببینید من با اسرائیل خیلی مشکلات مختلفی دارم ها خب ولی از لحاظ مثلا این راستگرایانشون این ام اینکه کسایی که علیه سکولریزم تو سیاستشون دارن میجنگن کسایی که دین رو میخوان وارد مدرسه کنن کسایی که میخوان دین رو وارد ارتش کنن تو اسرائیل اه, کسایی که با حقوق زنا میخوان بجنگن تو اسرائیل این این نقدا خیلی وجود داره منم رفتم اسرائیل و با بی خدایان اسرائیل صحبت کردم واقعا یه بی خدایان اسرائیل فعالیت های که علیه دین دینداراشون دارن میکنن واقعا با،, با, یک سپورت خیلی خیلی کم کلی جنگ های مختلف رو تونستن ببرن و واقعا این چیزی که توجه به اندازه کافی نمیگیره من تو کانال انگلیسی مون، این فعالیت های سیاسی بی خدا یعنی اسرائیل اسرائیل علیه دین تو سیاست رو من خیلی کاور کردم و خیلی چیزا هست تو اسرائیل من دوست ندارم یه چیزی که مثلا تو اسرائیل من دوست ندارم اینه که ببینید سکولریزم اسرائیل اگه مثلا با کانادا و آمریکا مقایسه کنین خیلی ضعیفه البته ما اگه با ایران و عربستان مقایسه کنیم که اسرائیل واقعا جلوتره ولی من خیلی مقدار پررو شدم خیلی کانال زندگی کردن و این چیزا منو انتظاراتمو و استانداردم رو برده بالا وقتی رفتم اسرائیل وقتی که میبینم مالیات مردم اسرائیل میره برای مسجد میره برای دادگاه اسلامی شما میدونستین شما میدونستین تو اسرائیل مالیات همه هم مسلمون هم یهودی برای دادگاه های اسلامی دارن که دولت پولشون میده یعنی یه قانون های خاص قانون های برای مسلمون ها جدا این چیزها رو واقعا افتضاحه مهد کودک های دینی شستشی دادن مغز بچه ها با توی مدرسه های مختلف از این خیلی روش خیلی تاکتیک های خیلی جالبی دارن که سکولاریستا دارن علیش میجنگن من همه اینا رو انتقاد میکنم همه اینا رو انتقاد میکنم نتانیاهو رو هم دوست ندارم اصلا خیلی با نزدیک شدنش با این راست که اصلا این قسمت های وست بانک رو که اسرائیل گرفته خیلی مسخره است حتی صهیونیست های اسرائیل هم اینا خیلی های اسرائیلی که دیندار نیستن علیه این هستن من همه اینا رو انتقاد میکنم ولی ببخشید اسرائیل کجا عربستان سعودی کجا یعنی من اگه بخوام انتقاد کنم از اسرائیل باید قبول کنم که این خیلی از کشور دیگه جلوتره ما انتقادمون رو باید مقایسه کنیم ببینید خیلی از شماها بهتون بگم ها خیلی سیاسفید فکر میکنید شما فکر میکنید من مثلا از یه, یه کسی بیاد از یه چیز اسرائیل دفاع کنه مثلا این کار هست کردن زاده معنیش که آه اسرائیل همه چیز خوب و من همه چی اسرائیل دوست دارم یعنی که میام از اسرائیل انتقاد میکنم میگم این کارشون اشتباهه فکر آرمین میگه طرف ضد اسرائیلیه نه خب شما سیاسفید فکر میکنید مشکل خودتونه که اینجوری همه چی رو همه رو میخواین تو جعبه های خودشون بکنیم میگین این،, این فلان میره تو این جعبه این فلان میره تو این جعبه آ این مهره اینه مهره اونه